امروز مجموعی از نکات کمی پیشرفته تر رو از موسیقی مودال و هفت مود معروف موسیقی غربی، مودهای کلیسایی عرض خواهم کرد. خب تو ویدیوهای قبلی من راجع به مودهای مختلف صحبت کردم، ولی به عنوان مطالب کمی ساده تر، خیلی ابتدایی تر، اینکه خب برای دو به دو برسم میشه ماژور یا آیونیان، از ره به ره برسم میشه دوریان، می تا می میشه فریژیان، خیلی اینجوری، و اینکه به ترتیب از تیره به روشن ما یک طیف، یک مجموعه از مودها داریم که برای آهنگسازی و موارد دیگه استفاده میشه. در این قسمت کمی مطالب رو سعی خواهم کرد که پیشرفته تر کنم، یه سری نکات تکمیلی درباره مودها بگم، در مورد علائم سرکلید، گام های نسبی، گام های موازی و مواردی از این دست. من اینجا هفت مود معروف لیدیان، آیونیان تا لوکریان رو نوشتم. ترتیبی که نوشتم از فضای روشن به سمت فضای تیره هست، یعنی اونی که در بالاترین، البته که 100% نیست، یعنی شما میتوانید تو بالای غمگین بنویسید، تو پایینی شاد بنویسید، ولی معمولا دشوار هست که بشه توی مود لوکریان یک قطعه نوشت که خیلی ملایم و سرخوش باشه. سخت این کار انجام دادن به خاطر اون فضایی که در ادامه عرض خواهم کرد که چرا این گونه است. من در مورد آیونیان که همون ماژوره دومی و ایونیان ششمی، خب مینور هست، مینور تئوریک، خیلی صحبت کردم قبلا، و در مورد هارمونی موسیقی مودال هم کلی صحبت کردم، در ویدیوی فریژیان گفتم، اینجا هم دوباره خواهم گفت. در ویدیوی یکی هم در مورد فریژیان که بعد از مینور قرار میگیره صحبت کردم. این چهارمین ویدیویی هست از این مجموعه که درباره میکسولیدیان که پس از ماژور هست صحبت کردم، یعنی ما ماژور رو داریم و بعد میکسولیدیان رو، در قسمت‌های قبل مینور داشتیم که بعدش فریژیان بود. این چهارتا رو عرض کنم، در ادامه یک دوریان خواهم بود داشت، یک ویدیوی درباره دوریان، و اولی آخری خیلی پرکاربرد نیستن، ولی خب نه اینکه نباشه، خیلی پرکاربرد. لوکریان خب معمولا عنوان یک مودی که به شکل موقتی و خیلی ناپایدار ظاهر میشه و بعد حرکت میکنه به سمت مثلا فریژیانی که بالاترش هست. اون دوتا هم در ویدیوی دیگر. اما خود اجازه بدید قبل از اینکه برسم به میکسولیدیان، یک سری موارد مهمی رو درباره خود این هفت تا مود عرض بکنم و بعد ادامه خواهم داد به مود میکسولیدیان رو ادامه خواهم داد. همونجوری که عرض کردم، به ترتیب از فضای روشن به صورت یک طیف به سمت فضای تیره حرکت میکنیم. همه این مودها رو با یک نوت اولیه یکسان نوشتم، همه رو با نوت دو که سی انگلیسی هست، همشون نوت اولشون نوت دو است. به اینهایی که این گونه هستن گفته میشه مودهای موازی، یعنی همشون دارای یک نوت اتونیک یکسان هستن ولی در ادامه دستخوش تغییر میشن. من در مودهای موازی با نوت اول با محوریت نوت دو رو اونجا مینویسم. ببینیم چه فرقی میکنه. خب میدونید شما مودهای مختلف از گام ماژور الهام گرفته شده، وقتی من از دو به دو برم میشه همون آیونیان، و اگه از درجه اول گام ماژور حرکت کنم و به همون درجه اول برسم خودش میشه دیگه ماژور میشه، اگه از درجه دوم شروع کنم از ره به ره برسم دوریان خواهد شد، که من به جای اینکه از ره به ره برسم اینجا از دو به دو، یعنی همینو ترانسپوزش کنید یک پرده پایین‌تر برای اینکه نوت آغازینش نوت دو بشه که بتونم مقایسه کنم با آیونیانی که اونجا نوشتم. پس این دویی که عدد دویی که اینجا مشاهده میکنین، یعنی مود دوم گام ماژوره که اسمش دوریان، این وسطا قرار میگیره، یعنی ترکیبی از مینور و ماژور. و بعد اگر درجه سوم به سوم برسم، که یک ویدیوی کاملی راجع به فریژیان من تهیه کردم که فریژیان خواهد شد، ببینید خیلی تیره تر میشه. از می تا می من اینو دو پرده ترانسپوز کنم پایین تر بشه از دو تا دو و فریژیان هست. اگر چهارمی باشه لیدیان هست که در بالا قرار میگیره، اگر از فا به فا برسم و بعد ترانسپوز کنم به سمت نوت دو. پنجمی میکسولیدیان که از سول به سول برسم، که باز ترانسپوزش کنم یک فاصله پنجم درست به پایین تر که از دو به دو برسه. و بعد ایولیان خواهد بود که از لا به لا برسم، همون لا مینور تئوریک خودمون هست. و بعد هفتمی اگه سی به سی برسم، گام یا مود لوکریان رو خواهم داشت. پس این که از چی به چی برسم، چون قبلا تو اون ویدیو عرض کرده بودم، فقط من اینجا اعدادش رو نوشتم و
و بعد همشو با یک نوت اولی یکسان نوشتم. حالا نگاه کنید به نوت هایی که ظاهر شده. دو ره می فا دیز سول لا سی دو، این مود لیدیان هست با نوت اولیه دو. وقتی آیونیان رو می نویسم، خب دو ماژور دیگه، همون دو ره می فا سول لا سی دو. و بعد میکسو لیدیان رو می نویسید میشه دو ره می فا سول لا سی به مول دو. و همچنین دوریان یه نوت هایی داره فرق میکنه، یعنی هر کدوم از اینا نسبت به بعدی در یک نوت متفاوته، فقط در یک نوت. مثلا لیدیان نسبت به آیومیان در فادیزی بود که شد فا، یعنی نیم پرده پایین اومد، یا درجه چهارمی که به ملدار شد که فادیز رو تبدیل به فا به کار کرد، یک نوت عوض شد. آیونیان که ماژور هست وقتی به میکسولیدیان تبدیل میشه، نوت درجه هفتم که در اینجا سی هست به ملدار شد. همشون هم دارن به ملدار میشن، یعنی یکی از درجات گام. یا اگر به ملدار بکنید، نیم پرد به پایین هدایت کنید، به بعدی میرسید. این به ترتیب تیرگی و روشنی به تیرگی هستش. اینا همسایه همن، مجاور همن. مشابه همین اگر در میکسولیدیان درجه سوم که می هست و می بمول بکنید، نیم پرده بیارید پایین تر، دوریان حاصل خواهد شد. این همون نکته بود که عرض کردم که هر چقدر بمول های بیشتری ما داشته باشیم در مود هامون، تیره تر میشه. اینو با دایره پنجم ها اشتباه نکنید دوستان. دایره پنجم ها همش ماژوره، مود ثابته، تونالیته های متفاوتی دارن، ر ماژور، دو ماژور، می ما... همشون فقط نوت اولشون، ولی مود عوض نشده. اینجا دقیقا برعکسه، یعنی من یک سری نود... من یک سری مودهای متفاوتی دارم که تونالیته های یک سری، همشون از دو شروع شدن ولی مودای متفاوت. مثل این میمونه که هر کدوم از این یک زبانی هستن، عربی، فارسی، فلان، که حالا من یکی از اینا رو که ماژور هست برداشتم، لهجه های مختلفش رو دایره پنجم ها گذاشتم. پس اینایی که اینجا میبینید کاملا با دایره پنجم، اصلا توی فضای موسیقی مودال ترسیم شده. دایره پنجم ها تو فضای موسیقی تونال هستش. حالا هر چقدر دمول های بیشتری ظاهر میشه، به سمت تیرگی حرکت میکنه. اما این نوتی که دستخوش تغییر شده بهش میگن نوت مشخصه. یعنی من باید بتوانم پیدا کنم که کدوم نوت تفاوت ایجاد کرده است بین لیدیان و آیونیان درجه چهارم بوده، که اگر من اون نوت رو در ملودیم یا در هارمونیم استفاده نکنم ازش، باعث خواهد شد که قطعه من فرقی نکنه یا شنونده احساس نکنه که تو لیدیان هست یا تو آیونیان هست. من اینو خب در ویدیوهای هارمونی مربوط موسیقی مودال هم خیلی اشاره کردم. اون نوت مشخصه ای که باعث تفاوت دو مود میشه، مثل میمونه که شما هفت تا رنگ داشته باشین، یه هفت رنگ دیگه داشت، از این دوتا هفته فقط یکیش با هم فرق کنه، بقیه رنگ ها یکی باشه. خب شما اگه میخواید این تفاوت در رنگ ها دیده بشه، باید از اون یه دونه ای که تفاوت متفاوت شده از اون خیلی بیشتر استفاده کنید تو نقاشیتون. نه اون دوتا مشخصه میگن. حالا شما اگه بخواید تشخیص بدید که این نوت مشخصه چی هست، چند جور میتونید اینو کار انجام بدین. اولا شروع کنید از اولین نوت چهار تا فاصله چهارم برید جلو. و الان اگه من دو شروع کنم چهارم برم جلو میشه فا دیزی که باید حتما به ملدار بشه، نیم پرده بیاد پایین به نوت فا. پس لیدیان درجه چهارمش میشود مشخصش. و بعد اگه از فا چهار برم جلو فا سول لا سی، پس این نوت بعدی که باید تفاوت آیونیان با میکس و لیدیان شده درجه هفتم گام هست که سی در اینجا سی به مل شده. دوباره اگه از سی چهار تا برم جلو سی دو ره می، میبینید می هستش که تبدیل به می بمون. یه جوری شاید دایره چهارم ها رو مثلا باید اینجا تشکیل بدید برای اینکه بشه همه اینها رو کنار هم جمع کرد. مجددا از می فا سول لا، لاییست که لا به مول شده، لا سی دو ره، ریست که ره به مول شده، ره می فا سول، سولیست که سول به مول شده. یه روش دیگهش این هستش که شما برای اینکه اون نوت مشخصه رو تشخیص بدید، عدد 8 رو منهای شماره مود بکنید. این اعدادی که من در ابتدا اشاره کردم 4 1 5 فلان، اینها اگه از 8 کم بشن اون شماره درجه مشخصه رو میده. مثلا لیدیان در از 4 تا 4، از فا تا فا هست، 8 منهای 4 میشه 4. آیونیان همون ماژوره 1،
8 منها 1 میشه 7. میکسولیدیان 5 تا 5 یعنی سول تا سوله که 8 منها 5 میشه 3 همونجوری که میبینید. شبیه همین رو 8 منهای اون عددی که اینجا نوشتم اون شماره اون درجه ایست که باعث تفاوت اون با قبل و بعد. دقیقا یه نکته هم دقت داشته باشید. من اگر تو یکی از اینها هستم باید تفاوت خودم رو با قبل و بعدش نشون بدم. بین اینها ماژور و مینور خب زیاد استفاده میشن. گوش ما خیلی بهشون آشناست. در نتیجه وقتی میکسولیدیم مینویسم باید حواسم باشه که همسایه بالاییش ماژوره. ماژور خیلی آشناست. پس باید روی اون تفاوت بین ماژور و میکسولیدیان که همین سی و سی بمول هست خیلی تاکید بذارم. یا تو فریژیانی که ری بمول هست ری و ری تفاوتش با ایولیان که مینور تئوریکه، خب مینور تئوریک خیلی به گوش ما آشناست. اگر به این تفاوت توجه نکنیم باعث سوء تفاهم میشه که اصلا ما توی مینور تئوریک هستیم و نه تو فریژیان. اما توی یک مودی مثل دوریان، خب دوریان هم میتونه با بالاییش اشتباه بشه هم با پایینیش اشتباه بشه. در نتیجه شما هم باید می بمول رو خیلی هایلایت کنید که با میکسولیدیان اشتباه نشه، به جای می از می بمول استفاده کنید و بعد هم باید روی لا و لا بمول تاکید کنید که توی ایولیان نیستید یا حتی تو میکسولیدیان. یعنی هر کدوم از اینا یه بالایی دارن یه پایینی دارن. دو تا نوت مشخصه هست که این دو تا نوت باعث تفاوت اینها با بالایی و با پایینیشون میشه. روی اون دو تا نوت چه در هارمونی چه تو آکوردها و چه تو ملودی که استفاده میکنین و خیلی اکسان بذارید روشون، بعد از اونها خیلی استفاده کنین تا باعث نشه که اینا با هم، چون ممکنه توی موسیقی قطعی که تو موسیقی مودال نوشته شده همونجوری که تو موسیقی ایرانی ممکن هست شما از 8 تا گوشه استفاده کنین و اصلا مودگردی کنین برید از سگاه برید توی چه میدونم شور، اینجا هم ممکنه بین اینا حرکت کنید و اگر این دقت رو نداشته باشید اصلا به قول معروف قیمه و ماست با هم قاطی میشه و معلوم نمیشه بالاخره شما دوریان بودین یا تو میکسولیدیان بودین، چون تفاوت اینها تو می و می بموله که اگر اینا رو تاکید نکنین اشتباه میشه قضیه. یه نکته دیگه هم که بین اینها باید به این موضوع باید توجه کنید بحث اون فادیزی که در اول اشاره کردم. مگه اون فادیزی که اول هست اگر دوست داشتید ویدیو رو پوز کنید فکر کنید ببینید فادیز وقتی از دو تا فادیز چه اتفاقی میفته. چون ممکنه شما بگین فادیز از کجا اومد، یک نکته پشت این هست. اون نوت فادیز یک نکته ای داره. من اگر یک گام دو تا دو رو داشته باشم میدونید که 12 نیم پرده است. اگه من دقیقاً اینو نصف کنم یک فاصله 6 نیم پرده ای داشته باشم، این فاصله 6 نیم پرده ای رو میدونید شما که بهش میگن فاصله تریتون. در لیدیمی که ابتدا قرار گیره شما فاصله بین درجه اول و درجه چهارمتون که دو تا فادیز هست یک فاصله تریتونه و بعد طبیعتاً چون 12 تا 6 تاشو گذاشتین این بعد باید به ناچار 6 تای بعدی برون بعد فادیز تا نوت دویی که این ته هست این فاصله هم یک تریتون دیگره. یعنی آغاز ما یک نصف کردن بود به واسطه نوت فادیز. فاصله تریتون شما بین فادیز و دو ایجاد میشه. حالا گام بعدی رو ببینید فاصله تریتون کجاست. فاصله تریتون شما در بعدی میرقبتر میشه از فا تا نوت سی که فاصله معروفی است که در گام ماژور وجود داره. از تریتونی که در گام ماژور هست توی کنترپانو اینا من خیلی راجع به این فاصله صحبت کردم. بعد تو میکسولیدی هم میشه فاصله فا نیم پرده نیم همجور نیم پرده ای داره میاد پایین. فا دیز شد فا دو شد سی. هر جفت یعنی تریتون شما نیم پرده به سمت عقب حرکت کرد. حالا سی شد سی بمول فا شد می. دوباره نیم پرده رفت عقب. همینجور فاصله نیم پرده این می شد می بمول و اینجا سی بمول شد لا. نیم پرده رفت عقب. همینجور تریتون شما داره به سمت ته حرکت میکنه تا اینکه در آخری که لوکریان هست میرسه به اول. فاصله تریتون شما دو هست تا سل بمول. این یه نکته داره اینجا. وقتی که تریتون من اول قرار میگیره یعنی آکوردی که رو درجه اول لوکریان نوشته میشه میشه دو می بمول سل بمول. خب این آکورد خوش صدایی نیست. فاصله تریتون فاصله شیطانی است، از قدیم گفته میشد فاصله مطبوعی نیست و از آنجایی که مهمترین آکورد من آکوردی است که رو درجه اول نوشته میشه. حالا تونیک میگم معمولا بهتر نگید تونیک چون این موسیقی موداله، موسیقی تونال نیست که تونیک داشته باشه. رو درجه اول نوشته میشه خیلی اهمیت داره و خیلی پرکار برده. همون آکوردی که رو درجه اول قرار میگیره یک آکورد کاسته است.
به خاطر همین عرض کردم که لوکشن خیلی مود پایداری نیست، تبدیل میشه، حرکت میکنه به سمت یکی از سایر مودهای دیگر. به خاطر اینکه آکورد درجه اولش یه آکورد کاسته است، فاصله سنیم پرده سنیم پرده، و این هم یه مقدار فضای گرفته و تیره ایجاد میکنه به خاطر اینکه در کف لیست ما قرار، تیره ترین حالت ممکن. و اصلا شاید بعضی وقت گفته میشه لوکشن اصلا به تنهایی خودش به عنوان یک مود مجزا نیست و میشه لوکریان رو اصلا جدا کرد از بقیه، چون خیلی ناپایدار است و اون موارد دیگر رو بررسی کرد. و به خاطر همین هم اصلا که به درجه پنجم نگاه کنید، چون درجه پنجم مهمه به خاطر اینکه آکورد اگر تو هارمونی تیرسی باشید، فاصله سوم آکورد درجه اولی که خیلی مهم هست برای ما، چون ما میخواییم نوت درجه اول رو هایلایت بکنیم که ما تو دو هستیم نه توی دیگری. اونجا خب شما پس درجه پنجمتون درگیری تو همه اینا، درجه پنجم فاصلهش با درجه اول فاصله پنجم درسته، به جز تو آخری، آخرین نوتی که تغییر میکنه که میگه همش به مول داره دیگه، ولی آخرین تغییر تو درجه پنجم ایجاد شده که عرض کردم که لوکریان خیلی گام مستقلی به اون معنا نیست. و دقت کنیم به درجه سوم، همچنین به درجه سوم و آکوردی که درجه روی درجه اول مود ما نوشته میشه، تونیکش یا ریشش درجه اولش که دوه تو این کیسی که ما دیدیم، از یه جایی به بعد فاصله دیگه، فاصله بین نوت اول و نوت سوم سنیم پرده میشه، یعنی نی به مولدار میشه. اون به خاطر همین آکوردی که رو درجه اول نوشته میشه آکورد مینور میشه. الان شما دو می بمول و سول، خب این آکورد دو مینور هست دیگه، از دوری هم به بعد این اتفاق افتاده و فاصله بین نوت اول و سوم از نوع مینور خواهد شد. اما میکسولیدین، آیونین و لیدین، این ستایی که بالا هستن، آکورد درجه اولشون دو می سول هست که آکورد ماژوره. به خاطر همین از اونجایی که خب آکورد درجه اول مهم است و همه نوت‌های درجه پنجم همشون سولن به جز آخری که بذارید کنار، اون چیزی که باعث میشه گرفتگی خودشون نشون بده درجه سومه که از دوریم به بعد مینور میشه آکورد در درجه اول و بالایم ماژور، اون ستا رو میشه با هم قرار داد، این ستا رو با هم، و لوکریان هم که اصلا به صورت یک گام و مود مستقلی در نظر گرفت. یک نکته دیگه در مورد هارمونی منفی هست که من در مورد ویدیوی هارمونی منفی خب اگه نگاه بکنید اونجا در مورد مودها هم اشاره کردم، چون داستان خیلی طولانی هست، یه نیم ساعت ویدیوه، فقط اشاره میکنم که در هارمونی منفی وقتی که من یک مود رو تبدیل میکنم به یک مود دیگه، لوکریان همچنان لوکریان باقی میمونه. شاید به خاطر همین میگیم مثلا یک مود خیلی مستقلی نیست، ولی اون ستای دیگه به هم تبدیل میشن، یعنی لیدیان که روشنترین هست به تاریکترین که فریجیان هست تبدیل میشه، آیونیان که ماژور هست به ایولیان که مینور هست تبدیل میشه، و میکسولیدیان و دوریان هم به هم دیگه تبدیل میشن. در فضایی که من هارمونی منفی رو به عنوان یک ماشین دارم، مودها رو در ورودی میدم و یه مود جدید تحویل، این هم زیبایی هارمونی منفی هست که روابط پنهان بین مودها رو برای ما به نمایش میذاره. یک مورد دیگری هم عرض بکنم که ما مودهای موازی رو اشاره کردیم، مودهای موازی اونن که درجه اولشون یکیه ولی سایر نوت‌ها عوض میشن، مثل دونده هایی که از یه جا شروع میکنن به دویدن ولی در طول مسیر عوض میشن، جا به جا میشن نسبت هم دیگه، یعنی به مود داره هی اضافه میشه بهش دیگه. اما مودهای یا گامهای نسبی گامهایی هستن که نوت‌های تشکیل دهندهشون یکسانه ولی نوت آغازینشون یا تونیکشون، حالا نوت اول درجه اولشون فرق میکنه، مثلا دو ماژور و لا مینور اینها همه نوت‌های تشکیل دهنده یکسانی دارن، یا اگه بخوام بگم دو ماژور یا ر دوریان یا می فریجیان، فا لیدیان، سول میکسولیدیان و لا مینور یا لا ایولیان و سی لوکریان، اینا همه نوت‌های تشکیل دهندهشون دوره می فاصولاسیه، فقط از چی شروع میشه به چی تموم میشه متفاوت. وقتی که شما میخواهید هارمونی بنویسین باید اون درجه اولو تأکید بذارید روش، برای اینکه ما متوجه بشیم شما آیا در دو آیونیان هستید یا دو ماژور هستید یا در لا ایولیان هستید، لا مینور تئوریک هستید و یا در سایر مودهای نسبی با هم، اینا با هم نسبت دارن.
پس برای اینکه گام های موازی رو تفاوتش بفهمید باید نوت های مشخصه هشت من های شماره مود رو تفاوت بذارید، تاکید بذارید روش که تفاوتش معلوم شه. تو گام های نسبی باید نوت اول رو خیلی آکورد درجه یک رو خیلی هایلایت کنید، بخاطر این درس رنگ لوکریان یا واقعا از این جهت دوچار مشکل هست چون آکورد درجه اولش آکورد خوش صدایی نیست. و مثلا حالا فرض کنید یه علائم سرکلید به شما دادن اینجا که به این حالت نوت سی به مول دار به شما میگن این مودش چیه. اهمیت تاریخ موسیقی رو باید دقت کنید، شما باید ببینید قطعه متعلق به چه دوره‌ای است، آهنگسازش کیه، آیا متعلق به دوره موسیقی تونال هست یا موسیقی مودال. اگه زمان بتوون و موزارت باشه خب مثل همون تحلیل هایی که من ارائه دادم میگید این یا فا دایره پنجم ها مراجعه میکنید، میگید یا فا ماژوره یا ری مینوره. خب حالا بسته به اینکه تونیکتون چی با چه آکوردی شروع بشه، کادانستون کجاست، و آیا اگر ری مینور هارمونیک باشه نوت دو باید دیز باشه، خب داخل نوتتون میگرد ببینید آیا دو دیز دار شده یا نشده، اینا مواردی بود که اونجا اشاره کرد. اما اگر قطعه متعلق به آهنگساز مثل دبوسی باشه، قطعه کلیسای غرق شده رو حتما ببینید، اون قطعه اون ویدیو خیلی روشنگر هست برای آشنایی با موسیقی مودال. این هفت حالت میتونه داشته باشه. تو سوالات کنکور ممکنه این پیش بیاد، تو مصاحبه ها ممکنه این از شما سوال بشه. این علامت سرکلید رو به شما بدن بگن شما تو چه مودی هستید یا تو چه گامی هستید. شما میگید این یا فا ماژوره یا ری مینوره. حالا به ری مینوره میتونید بگید ری ایولیانه، به جای ماژور بگید فا آیونیانه، یا مثل اون من خب در مورد فریجیان ویدیو تهیه کردم لا فریجیانه. خب الان لا فریجیان اگر بنویسید لا مینور درجه دومشون این پرده بیاد پایین، درجه دوم لا مینور سی دیگه، سی به مول دار میشه، یا لا فریجیانه یا دو میکسولیدیانه. همینجا نگاه کنید دیگه، دو میکسولیدیان درجه هفتمش که سی به مول دار هست، خب همونه. و سه تای دیگه هم به عنوان تمرین خودتون بنویسید. من آیونیان، ایولیان، فریجیان و میکسولیدیان نوشتم، لوکریان و لیدیان و دوریانش خودتون شما بنویسید. پس دقت کنید که اگه موسیقی مودال باشه حتی گهگاه ممکن است در علائم سرکلید چیزی نوشته نشود، به خاطر اینکه انقدر مودگردانی داخل قطعه ایجاد میشه. شما از ایولیان میرید دوریان، از دوریان میرید آیونیان، از آیونیان میرید لوکریان، کلیسای غرق شده مثال خیلی روشنش است. فکر کنم 18 تا تغییر من اونجا شمردم وجود داشت. خب کدوم رو بنویسید شما؟ علائم سرکلید هیچی نیست و شما نگاه میکنید میگید این حتما پس دو ماژور است یا لا مینور است دیگه حتما، در صورتی که اصلا خیلی قضیه پیچیده تر از این حرف هاست. و البته نکته تکمیلی هم این که ما در مورد گام های پیوسته و منفصل صحبت کردیم که دوتا دانگی که دارم آیا این دوتا دانگ به هم چسبیدن یا یک پرده بینشون فاصله است. شما این دانگ هایی که اینجا میبینید چهار نوت چهار نوت باشه یه فاصله بینشون هست، اگه دانگ دوم رو بیاید قبلش قرار بدیم یه پیشوند هیپو بهش اضافه میشه. من اینو چون در ویدیوهای مربوط به فریجیان و سایر موارد اشاره کردم، فقط خواستم این لغت هیپومیکسولیدیان برای مثال میکسولیدیان که اینجا دارید، این چهار تا نوتی که اینجا دارید، این در حقیقت اون نوت درجه اول شما یا تونیک شما، هر چی اسمشو بهتر نگیم تونیک، درجه اول شما تونیک میفته وسط دو دانگ، محوریت پیدا میکنه، یه پیش دانگ درش وارد. علت اینو خواستم تاکید کنم اینه که در موسیقی ایران که یک موسیقی مودال هست و امیدوارم مواردی که من عرض میکنم الهام گرفته بشه از اینها و تأمین داده بشه به موسیقی ایران، توی موسیقی ایران خب پیشتان خیلی دارای اهمیت هست، توی چهارگاه، توی ماهور و موارد دیگه. و خب این اگه من بخوام شباهتی هم ایجاد کنم باید از نوع هیپودارش هیپومیکسولیدی و موارد دیگری که در گام هست از اینها استفاده کنم تا شباهت ایجاد کنم.